سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همینج کوکتل تی خیلی خوش اومدید به یک رب حواشی دیگه قرار با هم بررسی کنیم حواشی پنجم تا هفتم فروردین ماه 1403 رو با هم دیگه ببینیم که چه خبرایی بوده اما قبل از هر سیاتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید یه نکته دیگه هم میخوام اشاره کنم ما کانال تلگرام قبلیمون یه مدتی بود که از دسترس خارج شده بود و نتونستیم برش گردونیم و چنل جدیدی رو احداث نمودیم که لینکش توی دیسکریپشن هست اونجا هم یه سری فعالیت ها رو خواهیم داشت برید و اونجا هم سابسکرایب بکنید که داشته باشیم دیگه امسال و یه سال متفاوت و برو بریم که ما هم حواشی این چند روز رو بررسی کنیم برنامه رو با یه خبر تلخ شروع میکنیم که از دیروز همه جا تقریبا پخش شده و فکر میکنم اکثرا میدونید و اونم فوت کردن رپری بود به اسم ارشیا پروانه که عضو لیبل کاربازی بود که منحل شده و میشه گفت از رهروهای داریوش بود و براش آرزوی شادی روح میکنیم خدا بیامرزتش داستانی که هست خب خیلی واکنش نشون دادن راجع به این داستان یه ای سری بحثو بود بعضیا خیلی دیدین اینجوریان که هر خبری میشنون میگن نه این داستانی هست اینجوری نیست و اینا دیروز خیلی ها میگفتن ممکنه فیک باشه و این حرفا میخوان هواشی درست کنن که نمیدونم آخه مرگ هواشی درست کردن داره و این حرفا بالاخره امروز اعلامیه اومد و معلوم شد که که قرار تدفین بشه این داستان ها خیلی خبر تلخی بود و این داستانی که از خیلی جا داره اشاره کنم بهش اینه که حالا یه جنگی پیش اومده خیلی دی که که ها دارم به داریوش که میندازن که کجایی نیستی رفیقت فوت کرده عضو لیبلت فوت کرده حالا دنبالت بود جوابش نمیدادی از این داستان ها بعضی ها میگن داریوش تو کمپ و خب یه موج عجیبی روش را افتاد حالا مسئله که میخوام راجع صحبت کنم خب میدونیم شرایط داریوش و حالا بچه‌ای که تو کاربازی بودن به خاطر حالا مصارف خاصی که دارن و این داستان ها یکم حالشون خیلی خوب نیست و خب تصمیمات نادرستی احتمالا میگیرن داروش هم از این داستان مستثنا نیست همونطور که تو دو سال گذشته هر دو سه ماه بار میگن کمپ این بند خدا میاد و دوباره میره این حرفو بنابراین یه کوچولو به نظرم شل بگیرید چون ممکنه همین اتفاق واسه داریوش هم بیفته تا حالا زمانی که سلامتی کامل خودش رو پیدا بکنه از لحاظ روحی و ذهنی عرشی و پروانه خدا بیامرزتش نکته دیگه هم که جا داره اشاره کنم این بود که اون زمان که حالا کوکتل تیوی ما خب آهنگا رو استوری کردیم آهنگا که اومده بود از بچه‌ای که خوب بودن و این حرفا ما اون موقع که استوری میذاشتیم خیلی ها اینجوری بودن که آقا این چرا شیر می‌کنه اینا چون به هر حال یه ترپ مامملی بود که خاص خودش بود و خیلی سبکی نبود که تو ایران باب باشه و شاید به گوش خیلی آشنا بود الان همونا استوری میذارن اینجوری که چه استعدادی حیف شد و چی بگه آدم دیگه این اتفاق میفته خدا بیامرزتش امیدواریم بیشتر نشه چون توی سال گذشته این اولین ربکن جوونی نیست که فوت میکنه و خیلی میگن خودکشی کرده حالا خودکشی ها یا اووردوز از آدرا اصلی مرگ این دوستمون بوده که هنوز مشخص نیست یه نکته دیگه هم که هست این بود که خب حمید صفات هم جزو کسایی بود که علاوه بر افراد دیگه ای که خیلی پیغام گذاشتن و تسلیت گفتن و اینها راجع به این داستان صحبت کرد و من هیچ وقت فکر نمی کردم هم سلیقه باشم با همین صفت تو نکته چون آهنگ مورد علاقش از ارشیا پروانم هم همون آهنگ مورد علاقه من ازش که بچه آسمانی که چه آهنگیه دو سال پیش منتشر کرد داره میره تو سه سال خیلی آهنگ بالی بود خلاصه خدا بیامرزتش رپ هاوشی امروز کوچولو کوتاه میریم سر اصل مطلب خیلی سری خب داستان پوتک و کوروشو که میدونید هر اتفاقی افتاد ما راجعش ویدیو ساختیم و گفتیم یه بیفه که دارن اون زیر زیرا حالا پوتک هر جا باش مصاحبه میشه حرفی زده میشه میگم مشکل ندارم اما عمل کرده چه چیزای دیگه نشون میده یا حالا وایسای که میذاره یه چیز دیگه داره میگه که حالا گفته بود ما میخوایم این آلبومو فید کنیم حالا کورو و شما ترک لیست آلبوم هوملونش رو منتشر کرد که دو تا فیت خیلی جذاب توش داره علاوه بر خفن دیگه که داره 6 قبلا به عنوان سینگل ترک شنیده بودیم اولا جا داره کنیم که چه کاور خوشگلی حتی برای ترک لیستش چقدر جذاب بود یه سری ایستر اگ هم داشت این داستان علاوه بر اون که ما داشتیم میدیدیم تلموشی توش هست که یک موشی رو گرفته که خب معنای ردکوشی داره احتمال زیاد دیس داره به نظر میاد دو تا دیس تو آلبومش باشه حالا یه دیس کامل یه دیس نصف و نیمه که افرادی که میشه حد زد دیسش رو بخواد بده کوروش کچیبیتس و پوتک هستن دیگه تو این یک سال گذشته درگیریهایی رو داشتن حتی توی 6 ماه گذشته که سی چهل تا بیشتر ویس دادن کچیبیتس و کوروش که داستان داشتن با هم دیگه اینجوری اینجوری به نظر میاد این اتفاق به هر حال هست و ما میشنویم و علاوه بر اون هم که این دو تا فیت جذابیشی که اولین فیتش با جیداله که خیلی جذابه همونطور که داریم میبینیم بعد از اینکه جیدال از پایدار جدا شد اتفاقات عجیب و باحالی داره هم برای پایدار میفته هم برای جیدال از اون ما داریم میبینیم جیدال همه آنگایی که داره میده هی بهتر از قبل و روبه به سعود و اون پشنی که به هیپ هاپ حس می‌کردیم از دست داده رو دوباره داره و حساب میخواد بهتر کنه اون شوق اشتیاق حسو داره تون دو تون کار میکنه و از اون بر هم برای پایدار ما داریم میبینیم که پرکار شدن و با کسایی که قبلا کار نمیکردن از جمله خشار اسار یا همون کچیبیز که حالا توی پادکستی با ارفان بود و از اونور حضور تو آلبوم پارانویا که ارفان ترکی رو داشت با هومان به اسم انکبوت که هم خودش جالب بود حتی عکسایی که تو آمریکا با بچه های وانتونز یعنی آرتا و کوروش داد از اینورم جیدال تو آلبوم هوملون هست خیلی میتونه جذاب باشه فیت, فیت مورد انتظاریه فکر کنم شاید نمیدونم چون هم جیدال با کچی مشکل داره هم کوروش با کچی مشکل داره شاید این ترکه حالا یه داستانی هم باشه شاید هم نباشه چون هومان هم توش هست شاید ترک عشقی باشه نمیدونیم اما این از این به حال این داستانه داره اتفاق میفته و میره رو به جلو دیگه حالا باید ببینیم میاد چه جوری میشه و این داستانه اون یکی فیت هم که خیلی جذابه برابکس بلادن که هیپوپولوژیست و کاگان باشن در کنار آرتا و کوروش که خیلی جذابه چون تو دو سال پیش فکر کردیم یه مشکلاتی شاید داره سروش با کوروش و حالا بالعکس اما داریم میبینیم که حالا فیتی شک گرفته و باحال میتونه باشه حالا شاید هم ویناک این وسط چون برحال از قدیم با وانتونز میشناختیمش و اینا این وسط این کانکشنر رو زده و آشتیه رو داده ترکه رو بس خلاصه خیلی آلمان مورد انتظاری حدودا 4 5 روز دیگه میاد بعد ببینیم چه جوریاست اما حالا هواشیش کجا بود هواشیش اینجا بود که توی تلگرامش کوروش اومد گفتش که آقا بعضیا قبلا گوه میخوردن مجانی الان گوه میخرن حالا داستان چی بود این بود که خب نمیشود آلبوم داره میاد و خفن و اینا این استیکر اون پایین توی یک شنای پستش توی تلگرام استیکر گوه خیلی داشت میرفت بالا و خب کوروش اینجوریه که آینه دارن میخرن میزنن حالا آرتیست خاصی احتمالا مد نظرشه که وقتی این چیزا رو میگه ما ذهنمون میره سمت پوتک دیگه بعدش اومد چندین تا وایس گذاشت اینجوری بود که آقا گفتی آلبوم فید میکنی چون پوتک توی سه چهار ماه گذشته یه وایس گذشته بود گفته بود آقا ما میخوایم یه دیسترک بدیم یه آلبومی میخواد بیاد من میخوام اینو فید کنم که ذهنا همه میرفت سمت هوملون کوروش اومد اینو گفت و گفت آقا اگه فید نکنی فیدت میکنم بیا حرکت بزنه اگه جرئت داری بیا دیس کن از اون برم یه شاتات ریزی به علی جیدال داد چون اومد دا گفت ما هر کی که دیده وجودش رو داره که با ما بیاد تو دیس و دیس بازی دیس کرده ما هم جوابش تو آهنگ دادیم ولی اونایی که اندازه این حرفو نبودن ندادیم چون ما رپر تلگرامی نیستیم من 10 تا وایس اگ میدیم 10 تا هم آهنگ میدیم این حرفو زد و فهمی کنم اینجا منظورش چی دال بود چون گفت با اونایی هم که حالا یه دوره دیسو دیس بازی کردیم حالا الان یا با هم خوندیم و کارامون شده هر چیزی که حالا یه داستانایی رو از قدیم و جیدال داشتن دیگه برای بکس وانتونز البته بیشتر آرتا و اینو گذاشت که آقا بیا فید کن فید نکنی فیدت میکنم خب پوتک هم گفته بود که قرار ما این کارو بکنیم یه نکته هم که جالبه قبل از اینکه پارانویا پخش بشه کوروش اومد گفت دیس داریم تو آلبوم اما تو آلبوم دیسی نبود و شاید منظورش همین هوملون بود که اشتباه برداشت شده بود یا چون قرار بود چند ساعت بعد هوملون بیاد اینجوری بود من هر چی اون ویسر گوش دادم به نظر میاد که تو اون آلبوم هست دیس که نبود حالا پس ما 100 درصد به نظر میاد که بعد از آلبوم کوروش یه داستان بیف سنگینی رو داریم که قرار اتفاق بیفته و حالا پوتک هم طبق حرفی که زده البته پوتک همیشه اینجوری که مثلا این ماه آهنگ میاد ولی میره دو ماه بعد یا تا این سال میاد نمیدونم شاید اون موقع یهو اینجوری بوده که بدیم بزنیم بهتر کنیم ولی خب بعد باید ببینیم چه میشه دیگه جذابه خلاص این بود حواشی این دو روز و دیگه من جابجایی نام هم همه چی تکمیل شد میخوایم بشینیم پای کار سری خوب با هم پیشنهاد ایده, ایده ای چیزی دارید حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید که ببینیم واسه اجراش و همچنین یادتون نره که کانال تلگرام جدید کوکتل تیوی رو فالو بکنید توی تلگرام که اونجا هم یه سری خبر و اتفاقات اینا میاد و داشته باشیم یه داستان دیگه هم بگم سایت کوکتل تیوی رو زدیم یه سایتی هست که حالا لینکش این زیره کوکتل تیوی دات سایت که اونجا میتونید برید اگر فیلتر ندارید که بیایید چک کنید یا روشن نکردید که نوتیفیکیشن بیاد اونجا فیلتر نیست میتونید برید سایت رو بالا پایین کنید ببینید ویدیوهایی که جدید اومده اونجا هست و اگر خواستید ویدیو رو دیدید اومده فیلتر رو روشن کنید ببینید اینم از این دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سیوسون